شروع کنم. از چند وقت اینجایی؟ من خودم دیشب رسیدم. صبح چی شام زده بودم؟ پس 5-6 روز حداقل، شاید یه هفته. من یه هفته از اینجا افتادم. قصه رو بگو. جانگیری با تو هم. من یه هفته از بیوش اینجا افتادم. چی دادی میخوردم با شما؟ قصه رو از اولش بگو. به بیهوش شدنت که رسید، باقیش خودم میگم برات. اول قصه رو خودت میدونی. با خودتو شروع شد. من همه قصه رو میدونم. واسه من نمیگی. باید ثبت بشه اینجا. صبح روز یک شنبه. سوم بهمن 1343. سرگرد سعید جهانگیری. به من ابلاغ کردن بیام اینجا به جزیره قشم. ما هنوز قشمیم. آره. یه زندانی تبعیدی ساکن جزیره خودشو دار زده بود. مصطفی سمیعی برام توضیح داده بودن که تبعیدی ها خیلی پیش میاد که خودکشی میکنن. ولی مصطفی سمیعی جریانش فرق میکرد. فقط 2 ماه مونده بود پایان دوره تبعیدش. 62 روز مونده بود بازادیش. روز قبلش حسن علی منصور رو جلوی در مجلس کشته بودن. پرونده از نظر سازمان مشکوک میمد. سرنگ جهانگیری به من دستور داد که بیام قشم. جنازه رو تحویل بگیرم، معاینه کنم، دفن کنم. هیچ کدوم این اتفاقات طبق دستورات ابلاغی پیش نرفت. چارکی؟ سلام سرگرد. بابک حفیظی. خوشبختم. قربون شما. منم جوون که بودم تو تهرون یه ایمپالا داشتم. شیری رنگ بود. ولی مال شما خوشگل تره. توانم کنم. بفرمید بالا. کارگر آوردم برای تدفین. مستقیم؟ مستقیم. درخواستت منتقل شد بیرون روستا. خیلی نزدیک 3 سال پیش. تهرون پروندهش رو بازبینی کردن، موافقت کردن. شنبه ها میومد پاسگاه حضور غیاب امضا میکرد برمیگشت قبرستون. پیاده 3.5 ساعت راهه. من الان بگم دیوونه بود شما قبول نمیکنی که. ملاقاتی نداشت؟ هیچ وقت. هیچ کس رو نداشت. تنها بود. کسی تماسی از تهران نمیگرفت؟ یه مادری داشت. گاهی براش کتاب میفرستاد. مجله. یه دفعه یه کیسه فرستاد. تخمای سیاه ریز. مشکوک بود. از پنجره ریختم بیرون. ریحون سبز شد. تو ده چی؟ رفت آمد با کسی؟ با کی یعنی؟ بقالی، چقالی، آدم. کسی اینجا با تبعیدی ها کاری نداره. درد سر بی خوده. آقای چرکی، این همه سال با هیچ کس یک کلمه حرف نزده این بابا؟ با من حرف میزد. شعر رو بر میگفت. دارم میگم درخواست داد بره تو قبرستون زندگی کنه. دیوونه بود.
راحت شد مرد. بیارنش پایین. بزنش روی میز. برو بازش کن. بیا پایین. شروع کنیم دفن. اینجا که قرار نیست دفنش کنیم. قبرستون ده اون طرفه، نیم ساعت بیشتر راه نیست. قبرستون قبرستونه دیگه. اینجا هزار تا داستان داره. کسی دیگه مردهشو اینجا خاک نمیکنه. خودم جسدو میبرم کاراشو میکنم، مزاحم شما نمیشم. آی چارکی، من باید اینو خاک کنم گزارش بدم تهرون. یه روز تو راهم. لطفا دفنش کنی خلاص شیم. خود تو قبرو بکنیم، آفتابم رفته. بعد غروب. این بابا مارکسیست لنینیست بوده چارکی. بکنین. تا دیدمش فهمیدم ماجرای خودکشی صحنه سازیه. کشته بودنش. اول با تناب خفش کرده بودن. بعدم آویزونش کرده بودن. الان باید اینو توضیح بدم. آره. کبودی تناب رو گردنش افقی بود. از زیر گلو تا پشت گردنش. خفگی با تناب دار افقی نیست. اوریب از زیر گلو میره تا پشت گوش. اینو من میدونم. شما میدونی؟ صدفان چارکی هم قاعدتا باید بدونه. سوال اینه که چرا گزارشش نکرده. گفت من به چیزی دست نزدم تا شما بیاین. ولی خیلی واضح بود دست زدن نداشت. روی دیوارا سری پرت و پله‌هایی نوشته بود. چند جمله از یه داستان. خاطرات روزانه. رو دیوار با خودش درد و دل کرده بود. بریم آقا. نمازش هم خوندم. من شب همینجا میمونم. تو بلنج اول برمیگردم. اینجا که نمیشه. چشه؟ قبرستونه. باشه، خیلی هم با صفاست. بفرمایید شما، تاریک میشه. تنهایی نمیترسی؟ نه. شما گزارش تو بنویس بایگانی کن. بایچه آی چارکی، این چیه؟ عکس و رملو و سرلاب؟ متولی قبرستون اینجا زندگی میکرده. اینا مال اونه. اونم عکس دخترشه. سری داستانی زده دختره رو کشته، میگن روحش هنوز تو قبرستون سرگردونه. از این حرفای ست تا یقاست. خوز اول. اینی که میگم اینجا هزار تا داستان داره. سلامت. باجاست.
صاحب نمون اینجا. اینجا نمون. خوراک حق میشه. زاست که بره تو این حق زمین دان باس میکنه. زلزله میاد. زین دار اینجا. جمال شما هست. با من کاری نداره. از اینجا برو. کارگره دقیقا چی گفت؟ گفت جسد که بره تو این خاک زمین دهن باز میکنه زلزله میاد. تو هم باور کردی. موندی دهن باز کردن زمین رو ببینی. موندم چیزایی که رو دیوار نمیشته بوده بخونم. اون میزش کتاب پیدا کرده بودم. ملکوت. تیکایی از کتاب رو دیوار نمیشته بود. داشت شب میشد. موندم کتاب رو بخونم. در ساعت 11 شب چهارشنبه هفته گذشته جن در آقای مودت حلول کرد. میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه با در نظر گرفتن این نکته که چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است، هر کس می تواند تخمین بزند. آقای مودت و سه نفر از دوستانش در آن شب فرح بخش مهتابی بساط خود را بر سبزه باقی چیده بودند. ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ و بوی شاعرانه می داد و سایه های وهمنگیز به وجود می آورد و در جوی آب بر می انداخت که گویی ابدیت در حال تکوین بود. تایی جون حاضر باش. بگو. هاشم جان. این بچه چی آنه؟ عصبانی عصبانی. اونو هاششون پایین میشه. بچه ما رو کنه. یه لوله آب توی خونه مادر بزرگ من ترکید. داستان آتا خیلی قبل از اون شروع میشه، ولی برای من شروعش ترکیدن اون لوله آب بود. زمستون سال 1385. آب نشت کرده بود. سقف اتاق داشت میریخت. اونم درست تو اتاقی که فیلمای بابام توش بود. زنگ زدم به مانی، گفتم مانی جان پاشو بیا، برای اینکه این فیلم‌ها رو باید ببریم یه اتاق دیگه، چون ممکنه گچ بریزه روشون خراب شه. من سریع رفتم خونه مادر بزرگم و برادرم کمک کرد فیلم‌ها رو از اون اتاق آوردیم بیرون. همه فیلم‌های ابراهیم گلستان تو اون اتاق بودن، همه فیلم‌های صنعتی، مستند، فیلم‌های ناتمامش و همه کپی‌های فیلم خشت و آینه. بعد توی کمدی ته کمد اون بالا من یه جعبه پیدا کردم، یه جعبه فلزی روزن انقدر که درش قفل بود، کلیدم نداشت. مانی اومد گفت این چیه؟ گفتم من تالا تو عمره همچین جعبه ای ندیدم. گفت کلیدش. گفتم خب من چه میدونم کلیدش کجاست؟ قفلشو بشکن ببین توش چیه دیگه. چند تا نوار صدا، چند تا دفترچه که توش به زبان آلمانی چیزی نوشته شده بود، یه تیکه استخون که بعدا معلوم شد آرواره شغاله، چند تا ورقه برنجی که روش یه دعاهایی حکاکی شده بود، کتاب هفته، اون شماره‌ای که ملکوت بهرام صادقی توش چاپ شده بود، و تعدادی عکس از سطح جوان که یه نوزادی دستشون بود. اینا چی هم تو خونه ما چی کار میکنن؟ عکسو که دیدم یکیشون رو شناختم. کیوان حداد بود که ریشو بود تو عکس. دستیار صداگذار فیلم خشت و آینه بود که وسط کارم یهو غیب شد، گم شد. بعدا گفتن که ساواک گرفتتش، کیوان حداد بود. من یه آشنا داشتم توی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ولی چیزی دستمون نبود جز یه اسم و یه عکس.
از اونجا فرستادنمون آرشیو زندان کمیته مشترک تو میدون توپخونه. بالاخره اونجا یه سرنخای گیر آوردیم. سرنخ اصلی رو هم بچه ها همونجا پیدا کردن، توی آرشیو زندان کمیته مشترک. پرونده های دستگیری 3 نفر توی جزیره قشم سال 1343، یعنی همون سالی که کیوان حداد ناپدید شده بود. و همونجا هم بود که ما نوار بازجویی 3 نفر رو تو اون جزیره پیدا کردیم و دیگه کاملا مشخص بود که بعد این فیلم رو ساخت. میدونین داستان صدا بردار فیلم پدر بزرگ من که وسط صدا گذاری فیلم خشت و آینه ناپدید شده و رفته. بگی بشین. هوا چی؟ دسته یکو دعوا نداریم، چون برای شبکاره کلید باید بهش بدیم. یه شد دیگه، تو هم دیگه بچه دار شدی؟ از کف رفته؟ تازه اول گل و پیچی کرد. اون دلیلی کل اسما قلق نباش، تو هم جو سیدی من بیبر میپایی. برو ایشی بیه زرمان کنی. شام میخوری؟ مای چه میخوا؟ یه اصلا دی خبر بخ بده دیگه. اینجا همش درسته، برو جلو اونجا که جلال میگه بچه پاره تنه فلا. اومد بالا، من بچه نهیدم کلکشو پول دادم، یه وقت هم یه بچه داره گریه میکنه. صدای دادم اومدم پایین، هرچی داد دادم هیچ کجا نبود. جلال آقای مقدم، پرویز این باز کجا رفت؟ الان میاد. اومد. بله ببخشی من اینجا. اونجایی که میگی بچه پاره تنه جگرگوش هست، یکی سرسن خوب گفته. آره تو خوب گفتی، من بد ضبط کردم. بخش کن ببینم. خیلی جالبه. بیچاره زن من دارم فکر کنم بیچاره زن چه حالی داری. بچه شدی، بچه دارم پاره تنی جگر گوشه هست. ای قصبه لابود از روی بیپولی بودی. از این ورا اومدم دیگه. صفا آوردی؟ صفا در خفا؟ میفیم تموم نمیشه. تازه شروع شد، گوشوارم که انداختی. گردنبند منه؟ نکن، اون دوستت بود. من کاره، واسه کار اومدی. زمین شناسه. به نام مهندس عمرانه. مهندست کجا؟ حفیظی میخواد ببینتش. کی به نامو؟ بابا این اصلا توی خطا نیست، این تازه 2 هفته است برگشت. چی گفتی به حفیظی؟ این دوست بچگی من اندازش تو این بازیه. کاریش نداریم، فقط چند تا سوال. حفیظی رفته بوده ماموریت، میگه اونجا زمین لرزه اومده، سر در نمیاره. این ساواک سوال علمی داره از مهنام. یعنی سازمان اصلا در جریان نیست. حفیظی هنوز چیزی گزارش نکرده. مشکلی نیست، فقط میخواد چند تا سوال بپرسه راجع به زلزله. همین یه جای امن، چاپخونه بابا. به خاطر من اون چیزی که در تمام این سالها منو اذیت میکرد این بود که اگر من انقدر اصرار نمیکردم یا نمیگفتم برای خاطر من، هیچ وقت این اتفاقا نمیافتاد و هر کس یه جای دیگه ای بود. اگر پذیرشش یه کمی سخت بود همون موقع، ولی اعتقاد جدی وجود داشتش که آقایی به اسم آقای سعید جهانگیری موفق شده بوده درون تشکیلات ساواک نفوذ بکنه، چجوری خدا عالمه. و نه تنها خودش، بلکه توانسته بود 4-5 نفر دیگر رو هم ببره توی اون مجموعه‌ای که اون جایی که خودش کار میکرده، قسمتی که خودش کار میکرده، و گروهی رو درست کرده بودن به اسم حضوارش. سعید جهانگیری آدم ویژه‌ای و زیرکی بود، بعدی که تونست سالها تو ساواک دوام بیاره و دونره. ما اون موقع خبر نداشتیم که همچین گروهی اصلا وجود داره داخل ساواک. حتی منه حضوارش هم نمیدونستی هست. حضوارش واژه‌های آرامی هستند که در متون فارسی میانه به خط پهلوی نوشته میشن. اگه ما بخوایم اینا رو به فارسی بخونیم هیچ معنی نمیده، مگر اینکه همشون حفظ کنیم. در حدود 1000 تا از این حضوارش‌ها در فارسی میانه هست در متونش. مثلا کلمه فرمان روا رو ملکا میگن، کلمه مرد رو گبرا مینویسن، کلمه شب رو مینویسن لیلی. در حقیقت این سیستم نوشتاری پنهانیه که
همه کس نمیتونستن یاد بگیرن. جدا از خود وجود این گروه که خیلی جالب و عجیب بود، فعالیتش هم عجیبتر بود، برای اینکه همون موقع گفته میشد که اطلاعاتی رو که اینا درون ساواک به دست میارن به همه گروه های اپوزیسیون بدون استثنا میدن، به فدایان اسلام میدن، به توده‌ای‌ها میدن، به جبهه ملی ها میدن، به نهضت آزادی، به جبهه ملی، به توده‌ای‌ها و به مطلبه، به همه علی‌السویه اطلاعات رو یکسان در اختیارشون میگذارن. من که این نمیگم، حفیظی به شهرزاد گفته، شهرزادم باور کرد. چطوره شهرزاد؟ شهرزاد آدم محتاطی. یه ساواکی به شهرزاد گفته که توی قبرستون. حفیظی ساواکی نیست. نیست؟ گفتم که بهت. یه نفوذی ساواک به شهرزاد گفته که شد آیه حداد. بابک بیا بالا. سلام علیکم. آقا سلام. چطوری گربان؟ خوبی؟ سلام. دوست من بهنام شکوی. ببخشید مجبور شدیم اینجا قرار بذاریم. موضوع یه مقدار بغرنج، حتما کیوان برات گفته. کیوان یه چیزایی برای من گفته، برای سوالی که برای من پیش اومده. میدونم بهتون حق میدم، چون که باور کردنش سخته اون اتفاق. بحث باور کردن و نکردن، سوالی که برای من پیش اومده راجع به خود شماست. با بهنام مشکل نداره؟ با من که قاعدتا نباید مشکل داشته. نه من مشکلی ندارم. من خیلی خوشحال و متشکرم. منم مشکلی ندارم. من فقط یه سوال دارم راجع به خود شما. چیه؟ باز تون رفتم؟ خب بذار حرفشو بزنه. خواهش میکنم بفرمایید. بعد برام تعریف کرد. اولش باور کردنش سخت بود. به هر حال به سر که تعریف میکرد تو چشاش نگاه کردم. به خودم گفتم این آدم داره دروغ نمیگه. شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه. چرا به سازمان گزارش نمیدی؟ چرا اومدی پیش من؟ برای اینکه اونجوری سازمان میفهمه، من میخوام بفهمم. ریسکاش ایناست، خطراش هم ایناست. من از شما نمیخوام کاری انجام بدین یا مشکلی رو حل بکنین. فقط میخوام اون اتفاقایی که اونجا افتاده و من دیدم یه نفر دیگه، یه متخصص هم ببینه. همین. دو نفر دیگه. بدون من که نمیتونین بریم. عاشق این کارا بود، بازی با صدا. میگفت هر وقت گرمته صدای بارون رو گوش کن، خنک میشی. یک کلکسیون نوار داشت که فقط سکوت بود. به من میگفت اینو بذار توی دستگاه پخش کن، من میگم صدای سکوت کجاست. من نوار رو میذاشتم تو دستگاه، سکوت محض بود، اما اون میگفت این صدای قاره علی صدره، این مقبره بایزید بسطامیه، یا رستوران چاتانوگا ساعت 2 بعد از نصف شب. همین کاراش بود که منو شیفته خودش کرد. اول آشناییمون من یه تصادف بدی کردم. چند ماه تو رخت خواب خوابیده بودم. یه وقتایی میمد موقعی که من خواب بودم صدای نفسامو ضبط میکرد، بعد میبرد توی خونه گوش میکرد.
اگه شما بودین عاشقش نمی‌شدین. چیکار داری میکنی؟ تحقیق. اولین چیزی که دیدم نوشته‌های روی دیوار بود. باورم نمیشد. دستخطش عین دستخط من بود. نمیگم شبیه. عینش بود. انگاری من بودم که 3 سال تو اون کشتی حبس کشیده بودم. من بودم که خاطراتم رو دیوار نوشته بودم. انگار 3 سال خواب بودم و حالا میتونستم قصه خوابی که دیده بودم رو دیوارای این کشتی بخونم تا یادم بیاد کیم. تازه از راه رسیده بودیم. ولی من انگار برگشته بودم خونه. چی شده؟ چیزایی که میکنم جا جا شده. چی؟ کتاب داشتم میخونم. اینجا زلزله اومده. شوخی میکنی؟ ولی شیارش محدود به قبرستونم. یعنی چی؟ یعنی اینجا زلزله اومده تقریبا 5 ریشتر ولی فقط توی قبرستون. چند روز اون طرفتر خاک تکون نخورده. مگه میشه؟ نه ولی الان شده. کارگره چی بهت گفت دقیقا؟ جسد که بره توی خاک زمین دهن باز میکنه زلزله میاد. خب ما الان یه جسد لازم داریم. گفتی جسد لازم داریم. انگار داره میگه پیشگوشتی لازم داریم. به همین سادگی یه جسد توی جهنم. توضیح دادم که شیارش محدود بودن به قبرستون. این برای زلزله محاله. ببین زلزله یه چیز گنده است. اینجا اگه زلزله بیاد تا چند هزار کیلومتر اون طرف در زمین میلرزه نشونه هاشو میبینیم. ولی اون محدود بود به قبرستون. میدونم عجیبه ولی برای اینکه بفهمیم قضیه چیه مجبور بودیم یه جسد پیدا کنیم و دفنش کنیم توی قبرستون. راه افتاد بود بین قبرها. داشت جای مختلف زمین رو میچشید. چون زمین شکاف که بر میداره مزدش عوض میشه به خاطر این گازهایی که متساعد میشن. بعد کشتی اون گندگی رو دید یک کلمه نپرسید که اینجا چی کار میکنه. بعدش معلوم شد که میدونه کل ماجرای کشتیو یا وانمود میکرد که میدونه. استاد چاخانه معلوم نیست که دروغ میگه که راست میگه. قصهشو میدونی؟ قصه چیو؟ این کشتیو 231 قربانی ویلیام بفینو. تو میدونی؟ آره. ویلیام بفین یه سیاح انگلیسی بوده کاشف گرینلند. سال 1622 کمپانی هند شرقی استخدامش میکنه که بیاد ایران و یه قرارداد تجارت ابریشم با ایران امضا کنه. ویلیام بفین میتونه شاه عباس رو متقاعد کنه که نیروهای پرتغالی رو از تنگه هرمز بندازه بیرون. قرار میشه که شاه عباس از خشکی حمله کنه، نیروی دریای انگلیس هم از دریا. بعد ویلیام بفین رو میفرستن قش ببینه اینجا نیروهای پرتغالی اوضاعشون چطوریه. میگن ویلیام بفین میتونه با 5 تا سرباز ساده انگلیسی تمام 231 خدمه یک کشتی رو اسیر کنه. بعد اونا رو وادار کنه که کشتیشون رو با تناب بکشن تو خشکی، بعد بکشن اینجا قبرستون شوریده یال اولیا. بعد تمام 231 نفر رو سر میبره. بعد چالشون میکنه درست پشت سرتون. فردا صبحش هم پرتغالی ها حمله میکنن اینجا و ویلیام بفین رو میکشن. احتمالا قبرش یکی از همین قبر رو باید بشه.
آدم اگه بخواد یه جسد پیدا کنه باید تو شهر آشنا داشته باشه. آشنای من چارکی بود. سوار شدم رفتم سراغش. گفتن رفته پیش چشم پزشک. گفتم چشم پزشک کجاست؟ یه آدرس بهم دادن. یک ساعت و نیم بیرون روستا. یارو شبیه هر چیزی بود جز دکتر. چند نفرن تو این ده؟ پنج مردم. کسی از مشرف موت باشه؟ مشرف موت کسی هست که داره میمیره؟ پیره مردی؟ بچه مریضی؟ جواب منو بده آقای چارکی. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. چطور؟ اون یارو امروز داشت چی کارت میکرد اونجا؟ الماس؟ الماس چشم پزشکه. کوسه سید میکنه، ختله میکنه، چشم پزشکی هم میکنه. الان داشت هرس میکشید چشامو. روغن کوسه میچرخونه تو دهنش، با زبون میماره به چشم. التیام بخشه، یه بار امتحان کن. نه متشکرم. من یه جسد لازم دارم چارکی. یه جسد برام جور کن. 1001 روز. امروز رفتم دره ستاره ها. اونجا یکی منتظرم بود. بارونی توسی تنش بود. شلیک کرد به گردنم. دلش واسم سوخته بود. فرصت نداد بگم یه چیزی رو جا گذاشته. 743 روز. گفتم صبحونه بخورم. پیاده رفتم پاسگاه. چارکی دوتا تخم مرغ داشت، یکی شو داد به من. بهش گفتم چارکی سر تا سر این جزیره یه دونه مرغ پیدا نمیشه. تو این جهنم تخم مرغ از کجا آوردی؟ گفت لعنت به تو که با این حرفت منو صاف فرستادی تو قهقرا. 67 روز. یه مگس رو در حال پرواز کشتم. مرگ خوش یعنی این. آخرین تصویری که از زندگی داره تصویر پروازه. آخرین تصویری که من میبینم قراره چی باشه. این واسه چیه؟ عکاسی. چی نوشته؟ آخرین تصویری که من میبینم قراره چی باشه؟ یه کشتی به خاک نشسته؟ یه قبرستون متروک جن زده؟ 964 تا سنگ قبر داغون؟ زیرشون یه اقیانوس استخونه پوک؟ فرقی میکنه؟ 1021 روز. بعد از ظهره. فکر کنم ماه مرداده. نزدیک 3 که توی جزیره حبسم، هنوز یه بارم نرفتم تو دریا شنا کنم. همینجا تو تختم میخوابم و به شنا فکر میکنم.
عضلهای مغزم رو پرورش میدم. ولی کاش منم صیاد کوسه بودم. 313 روز. امروز صدای یه موتور اومد که رد میشد. چقدر خوب بود. چقدر خوشم اومد. 1201 روز. امروز برام ریحون آورد. یه پیرن زرد گلدوزی شده تنش بود. با هم رفتیم رو عرش قبرها رو تماشا کردیم. نون و پنیر و ریحون خوردیم. قدم بودی سر گفت. این خال صفیه روغنی که به مال به کلت یعنی دیگه پخ. خب بود. باید بهشون بگو جنازه رو میبریم قبرستون اون طرف چال میکنیم ها. نزنی از این حرف رو بهشون یه وقت. چیه؟ قبرستونه دیگه. شوریدیال اولیاست. 100 کسی پاشو اونجا نذاشته. اون سمیعی هم چون مطمئن بود مردم نمیرن مزاحمش بشن رفت اون طرف. شما بهشون بگو اگه لازم شد سیبیلشون هم شرح کن. سیبیل چیه بابا؟ اول بگو چیه واسه چی میخوای آدم بدونه کجا ببرتت. این یه زمانی بزرگ جزیره بود الان افتاده اینجا. من بگم جنازه‌شو ببرن بکنن تو خاک ابلیس؟ میخوای یکی دیگر رو دفن کنی زمین بلرزه دوباره؟ یه زلزله کم بود برات؟ رفته بودی تهران رفتم دیدم کشتیو. گزارشش هم که به سازمان ندادی. جرأتی داری به خدا. ببین چرا که؟ قشنگ فکر کن. یه جسد. این نشد یکی دیگه. اگر نباید از خودت مایه بذاری زشت میشه. زمین مثل دریاست. همیشه تو تلاطمه. همیشه داره میلرزه. گاهی این لرزش شدیدتر میشه. بهش میگن زلزله. گاهی یه تکونه ریز میخوره مثل یه خارش. که اصلا نمیدونی هست یا نیست. اون اسم نداره. من دنبال اون لرزش خفیف بی اسم بودم. بابک اینو ببین. این چیه؟ این سمبوله یه اسم انگار. ببین حلیمه یکی بهش سر میزده اینجا رو دیوارام کشیده بود. عاشق بوده. آی چارکی تو روستا کسی به اسم حلیمه داریم؟ حلیمه که زیاد داریم اینجا. حلیمه که سمیه میشناخته. داشتیم. دختر الماس. الماس که؟ دیدیش که. چشمو تمیز میکرد. دخترش اینجا چیکار میکرده؟ من خودم به چشم ندیدم دخترشو تو این مسیر. حرف مردم بود. حرف مردم چی بود؟ چون میدونم از همین حرفا دیگه. یعنی چی از این حرفا؟ کجا سلام؟ غیبش زده. انگار مرده یا میگن مرده. نمیدونم. من نگاه کن چراکی. نمیدونم یعنی چی؟ اینا مسائل بین خودشونه. ما تو کارشون دخالت نمیکنیم. اینو الان باید من بگی؟ یه دختری گم شده اینجا چطور پیگیری نکردی ببینی کجاست؟ دختر زیاد فرار میکنن اینجا آی حفیظی. شبونه میرن سوار لنج میشن میرن بندر عباس. یا از اون طرف رسول خیمه. الان برو به الماس بگو دخترت کجاست. سرتو میبره میندازه تو دیگ به کله پاچت میگه به تو چه. رفتم پیش الماس. صیاد کوسه و چشم پزشک. خونه نبود.
خونش هم خونه نبود. یه دالون دراز بود، یه ورش روغنکشی، یه ورش مطب. بوی عجیبی میداد، یه چیزی بین گوگرد و میخک. چارکی راست میگفت، اینجا جای من نبود. سلام آقا جون. ببخشید ها، هوا خیلی گرم بود. بذار کمکت کنم. زحمت مکش. من همکار آقای چارکی هم. اشناسمت. این که کوسه نیست. من گفتن شما صیاد کوسه ای. این موقع فصل کوسه نیم. اینو میخورینش؟ به ریختیه. روغن جگرش هم حالی این با لنج با ترفروش. اگه سالی چند تا لنج میسازن اینجا؟ در میاد خرجت؟ خدا بزرگه. چند تا بچه داری؟ بچه مونی به سلیمه کیته؟ حلیمه با رحمت خدا را. چارکی نگفت مرده، گفت گم شده. مردن. چارکی گفت گم شده. کجا دنبالش گشتی؟ دختی که خونه فرار بکن دیگه دنبال گشتن اینه. پس از کجا میدونی مرده؟ همه شو همه رن. شبونه فرار کنن ارن خوراک گرگه بن. باره از سال خیمه هم که برسن دیگه بدتر از مرگن. مصطفی سمیر رو میشناختی؟ مصطفی سمی قبرستون شوریدیال اولیا. من به هیچ کل نشناسم. من صیاد کوسم. برا داخل.
بشین. بشین. یه بکش. بکش. تو هم بکشی؟ گفت من نمیفهمی. گفت تا اینو نکشی حرف منو نمیفهمی. کبریت کشیدم. گفت میدونم دنبال حلی میری من میگردی. برو در رئیس ستاره ها. کنار اون دریچه‌ای که از پشتش نگامو میکردی یکی منتظرته. پاش شکسته. 5 تا گلوله بزن تو سرش. خلاصش کن. ببرش شوریده یال اولیا چالش کن. صبر کن قبرش بهت میگه حلیمه کجاست. اینا رو گفت یا حداقل من فکر میکنم اینا رو گفت. نمیدونم خواب بود. چی بود؟ چرا گرفتم تو بغلم. مادرشون پایین افتاده بود. بهنام و بابک کشیدنش بیرون. بابک برگشت گفت بیا اینم از جسدی که میخواستی. بهم گفت باباش مصطفی رو کشته. دیدم داره زمزمه میکنه سرمو بردم جلو دستم و صفت گرفت. گفت الماس مصطفی رو کشته. ما الان میتونیم این جنازه رو خاک نکنیم ببریمش ده پاسگاه بریم سراغ الماس. اومده بود اونو بکشه. دختر راه چه ولد بوده قایم شده تو سردا.
من این جنازه رو بردارم ببرم الماس رو دستگیر کنم فرقی نمیکنه. فرقی میکنه. نمیخوام ببینم این زیر چه خبره. خاکش کنیم. یه کارگر هندی گفته بود جسد که بره تو این خاک زمین دهن باز میکنه و زلزله میاد. اسم این خرافه است. جسد رفته بود تو خاک، زمین لرزیده بود. حفیظی میگو به چشم خودش دیده. اسم این نقل قوله. حالا خودم با دستای خودم حلیمه رو دفن کرده بودم. دل تو دلم نبود، چون اگه زمین با زمین لرزید اسمش میشد کابوس. زلزله اومد واقعا. اینجا بخند چون اونجا میششیدی. آفتاب که در اومد سوار این بالا شدیم رفتیم دور تا دور محوطه رو گشتیم. زمین تو پنج نقطه جدید شکاف خورده بود. هر دوتا زلزله سنجم 6.2 ریشتر رو نشون میداد، ولی دوباره 200 متر اون طرف در آب از آب تکون نخورده بود. باید حفاری میکردیم میفهمیدیم اون زیر چه خبره. راه دیگه ای نداشتیم. راه دیگه این بود که گزارش بدی به ما. نه، راهش این نبود. اونطور شما میفهمیدن اون زیر چه خبره، نه ما. بومی ها همکاری نمیکردن. بابک هم نمیخواست حرفی به گوش کسی برسه. من پیشنهاد کردم بره از بندر عباس کارگر بیار. ولی اون طرف هم اسم قبرستون شوردیال اولیا رو که میشنیدن رم میکردن. اصلا جوابم هم نمیدادن. داشتم برمیگشتم تو اسکله یه مش هندی دیدم. مطرب بودن. علاف نشسته بودن تو بانتشون. از هند را افتاده بودن داشتم میرفتن لبنان. پولاشون تمام شده بود، سازاشون فروخته بودن. گیر کرده بودن. من با کلی چک و چونه و قربت برم و نوکرتم و چاکرتم راضیشون کردم. سوار لند شدیم.
این کشتیه، اینم راهیه که ازش اومدیم. آنه میخوام بچه هات اینجا، اینجا و اینجا رو بکنم. درشن تو هم بچه هات اینجا و اینجا رو میکنم. یه نفرم میخوام اینجا رو بکنم. از بندر که راه افتادیم فهمیدم تحت نظریم. چیزی ندیدم، دلم شور میزد. تو را فکر کردم یکی دنبالمونه، داره تعقیبمون میکنه. ولی نگاه که میکردم کسی رو نمیدیدم. به قبرستون که رسیدیم دیدمشون. اون بالا پشت کلوتا وایساده بودن، سرک میکشیدن. کت تنشون بود، کت سیاه. یکیشون ریش داشت، عینکش تو آفتاب برق میزد، ولی دوباره که نگاه میکردم رفته بودن. یه لحظه بودن بعد مثل جن غیبشون میزد. از یه جا دیگه سر در میام، نمیفهمیدم چند تا همی جا بودن، هیچ جا نبودن. بهنام، چیه؟ بیا این جایی رو بهت میگم، فقط الان سری نگاه نکن. دقیقا روبرومون بالای اون کلوتی هلاله. آروم نگاه کن، سرتو فقط نگه بالا. خب چیه؟ دوتا آدم بایسته بایم میبینی؟ نه، من فکر میکنم دوتا آدم دیدن اونجا. خوب نگاه کن، بریم جلو سر یکم. باید وانمود کنم که داریم مثلا راجع به حفاری اینو صحبت میکنیم. سازمان با خبر شده؟ سازمان که بعید بدونم به این زودی با خبر بشه، ولی شارکی. آها دیدمش. خودشه؟ نمیدونم، خیلی دوره. برق عینک ریش کو ترش بود، نمیدونم. اینکه قبل از اومدن شما تغییرم کرده باشم. بزبارش؟ آها اومدش بیرون باز. شارکیو؟ شارکی اینجاست. سلام آقا، این ریغماسی ها رو از کجا آوردی؟ بیاین آب یخ. آب یخ آوردم براتون، بیاین. بیاین شما دوتا این یخ رو بردارین خورد کنین. سلام آقای چارکی. میگفتین خودم کارگر بیارم واسه تون. بندر پر کارگر بیکاره، میگفتن چرا از اون طرف نیوردین. کارگر بندر که نمیان اینجا کار کنن. به عرضت آب یخ آوردم براتون. بیا آب یخ بخور، بیا. بادو، بادو. آب یخ آوردم بخورین. جهنم میشه اینجا. بایستیم، بایستیم اینجا. بسه. به بقیه هم بده. آقا عدد تو کشتیه؟ بله. این چی میگه اینجا؟ نمیدونم. اونا اون بالا آب خورده، میریم سر کارتون. تو برو ببین اون چی میگه، من ببینم اینا چی میدونن. درشن، درشن بیا اینجا، کارت دارم. بیا آب بخور. من آب خوردم آقا. بیا اینجا آب خنکه، بیا تعارف نکن. تعارف چیه آقا؟ من اول قمه آب خوردم. درشان! درشان! یه
یکی بره از اون گاری پشت کشتی یه ترا بیاره. با تناب فرستادنم پایین، هرچی پایین تر می رفتم از خودم دورتر می شدم. از یه جایی به بعد دیگه نمی دونستم کجام. فکر کردم کاش می شد اینجا بمونم تا ابد تو این تاریکی. خواستم تناب رو از دور کمرم باز کنم که یهو یکی دستم رو گرفت، گفت درشان نترس من اینجام. بعد صف بغلم کرد، منو کشید بیرون. بیا بکش. یکی بره اون آو بیاره. یعنی چی؟ حیوان عجیبی دیدم با فلس‌های به سیاهی قیر و چشمان سرخ همچون زغال گداخته. این با آلمانی گفت؟ خودشم مونده بود، انگار خودشم نمیفهمید داره چی میگه. انگار یه ضبط صوت داشت از توی بدنش صدای یکی دیگر رو پخش میکرد. سر برگردوندم دیدم کارگرا دارن با هم حرف میزنن. ترسیده بودن، اما من بیشتر ترسیده بودم، چون میفهمیدم دارن چی میگن. اونا داشتن به اردو حرف میزدن و من دقیق میفهمیدم که دارن چی میگن. انگار توی چاه اون زیر یه چیزی جا به جا شده بود. چارکی اومد خودشو معرفی کرد، گفت همکار بابکه، گفت برات آب آوردم. یه قمقمه سبز کوچیک داشت، داد بهم، گفت آب خنک. من آب رو سر کشیدم و برگشتم بهش گفتم تو این جهنم یخ از کجا آوردی؟ بعد یه چیزی گفت، شوخی کرد. من گفت صبر کن، جهنم این نیست، تو جهنم رو ندیدی هنوز. بعد خندید، بعد قیبش زد. سرم گیج رفت. بعد خواستم بلندشم برم بابک و بهنام رو صدا بزنم. والیه تو بغل مثل یه سنگ بزرگ شده بود، اصلا نمیشد بلندش. بعد یهان دیدم خودم بلند شدم، رفتم دم در، بابک رو صدا میزنم. دوبار صداش زدم، قشنگ آدم. بعد با خودم گفتم مگه اینی که رفته دم در منم؟ بس اینی که تکیه داده به دیوار داره اونا نگاه میکنه کیه؟ وسط اون هیروویر یه صدای حداد اومد، اش صدا میکرد. برگشتم نگاه کردم، کسی نبود. یادم میاد باد میومد، یا حداقل صدای باد میومد. دوباره صداش اومد، بابک. را افتادم سمت کشتی. رو کی خوردی و چقدر خوردی؟ آب؟ آب.
چی شده کیوان؟ کیوان شما او را ندیده اید؟ شیخ ما را ندیده اید؟ مراد مرا ندیده اید؟ من او را بو می کشم ولی نمی یابمش. پاشو پاشو بلندش کن. ممنون، شما بفرمی. آب میخوری؟ والیه کجاست؟ والیه کی؟ والیه بچه. نگران نباش، جاش همه. نگرانم کجاست؟ پیش خانوادش. خانواده نداره که، خانوادش منم. پیش پدر بزرگشه. پیش الماسه؟ بردینش پیش الماس؟ دادینش دست الماس پوفیوزا؟ شما به چه حقی دادینش دست الماس؟ بچه منه، شما واسه چی دادینش دست الماس؟ بزبان! شما دست پوفیوز چارکی پدرسته کلایش دست الماس؟ کجا بردینش؟ تو کاری نباش، کباب منه بده. حفیظی کجاست؟ آقای شکویی، اینجا من سوال میکنم، شما جواب میدین. من تو حفیظی رو نبینم و حرف نمیزنم. حفیظی حرفاشو زده، حال نوبت شماست. حفیظی حرف زده؟ پخش کن ببینم. یادم یاد باد میومد. یاد حداقل صدای باد میومد. درست نمیشنیدم. دوباره صداش اومد. راه افتادم سمت کشتی. آب رو کی خوردی و چقدر خوردی؟ آب؟ جهانگیری این حرف رو بدشون اونزی چه خبر بود؟ آقای حفیظی اینجا من سوال میکنم شما جواب میدین. سعید بازجو اینجا قطع میشه. ما همه نوارا رو گوش کردیم و هیچ چیزی پیدا نکردیم. حتی برگشتیم به آرشیو زندان کمیته مشترک، فکر کنم شاید نوارا رو جا گذاشتیم، هیچ خبری نبود و داستان عملا ناتمام رها میشد اینجوری. تا اینکه یکی از کارمندای همون آرشیو به یکی از بچهای من گفته بود که شما هیچ خبر دارید که سعید جهانگیری هنوز زنده است. گفتم مگه میشه سعید جهانگیری زنده باشه؟ 50 سال پیش بازجوی ساواک بوده. بعد معلوم شد که متولد سال 1122، یعنی اون موقع فقط 23 سالش بوده. آقای حقیقی گفتن بیا نقش خودتو خودت بازی کن. من گفتم آقا من که بازیگر نیستم. من اون موقع 20 سالم بود، بچه بودم اصلا. از این مال 50 سال پیشه. آقای حقیقی اصرار داشتن نه سن و سال مهم نیست. تو بهتر از همه میدونی تو اون اتاق چی گذشته. اینکه توی فیلم ما بازجو جوون باشه یا مسلم باشه خیلی برای من اهمیتی نداشت. ولی اینکه یادم واقعی 50 سال بعد بیا نقش خودشو بازی کنه خب خیلی جذاب بود. تنها کاری که تو اون چند ثانیه میتونستم بکنم این بود که حالیشون کنم هوا پس دارم میبرم سرشون رو ببرم. با آقای حقیقی گفتم متاسفم نمیتونم کمکتون کنم، خودم نمیدونم چی شد. ولی شاید خانم شهرزاد بشارت بدونه. آقای سعید جهانگیری گویا زنده است. بابک حفیظی گم میشه، هیچ ردی از او دیگر باقی نمیماند. دو نفر در ساواک اصفهان کار میکردن، فعالیت داشتن، از اونام با چیز زیادی نمیدونیم. اما شخصیت پنجم این گروه خیلی جالبه، خانمی هست به اسم شهرزاد بشارت. این خانم شهرزاد بشارت در حقیقت
بعد از حوادثی که سال 43 اتفاق میفته به کل سیاست و ساواک رو میذاره کنار و میاد بیرون از دنیای سیاست و وارد دنیای تئاتر میشه. با عباس جوانمرد کار میکنه، با خوجستکی ها کار میکنه و جالبه که با آربی آوانسیان هم کار میکنه. تو سالهای 46 و 47 هیچ ارتباطی با سازمان نداشتم، بیشتر با بچه های تئاتر بودم، دستیار صحنه بودم، گاهی هم یه نقش کوچکی به من میدادن. تو سال 47 آقای عباس نلبندیان برنده جایزه نمایشنامه نویسی برای رادیو تلویزیون شد. پژوهشی ژرف و سترک و نو در سنگوارهای دوره 25 زمین شناسی. شب افتتاح اون نمایش همه چی به هم ریخت. در شما رازی هست. الا یا ایها السارقین، شما عطر او را دزدیده اید، شما نسیم مغروری را که آکنده از عطر وجود او بوده است دزدیده اید. چه میگویی ای مرد؟ ما سخت بی‌حوصله ایم. ما بار سفر بسته ایم. آیا تو در جستجوی کسی هستی؟ تو سخت بیگانه وشی. زنی را جستجو میکنی؟ تو چه دردمند مینمایی ای مرد. گویی ماهاز از گرمای بستری خود را پذیرا نشده ایم. شهرزاد گوش بده، من یه راهی پیدا کردم که از ایران برم. الانم اون پایین منتظرم هستم. کیوان کجاست؟ بهم من میدونم کیوان کجاست. من به تو میگم کیوان کجاست، ولی اول گوش بده ببین من چی میخوام بهت بگم. میخوام به کیوان این رو بگی. گوش میدی؟ بهش بگو بهنام گفت همه چیز تو قبر حلیمه است. یعنی چی؟ فهمیدی؟ تکرار کن. همه چیز تو قبر حلیمه است. آفرین. شما چیکار کردین تو قشمه؟ تو هر چی کمتر بدونی برای خودت بهتره. کیوان اصفهان، خونه سامان. ممکنه تعقیبت کنم، باید مراقب باشی. من فردا شب دارم از مرز خارج میشم. 24 ساعت به من وقت بده. فردا شب برو اصفهان. پیغامو به کیوان بده. اون خودش میاد پیت. جمله رو یه بار دیگه بگو. همه چیز تو قبر حلیمه است.
یه قوطی سرلاک لطفا. ببخشید آقا. از قشم که برگشت اومد پلومه بعد از 3 سال انتظار، دیدم نمیخوام ببینمش، ازش میترسیدم. تو جعبه ای که پیدا کرده بود یه مقداری نگاتیو داشت. از من خواهش کرد کلید استودیو گلستان رو پیدا کنم تا اون بتونه نگاتیواشو تو تاریک خونه اونجا ظاهر کنه. و این آخرین باری بود که من کیوانو دیدم. کسی دنبالت نکرد؟ نه، حواسم بود. داری میری مهمونی؟ بهرام دقیقا به چی گفت؟ گفتم که گفت به کیوان بگو همه چیز تو قبر حلیم هست. همین؟ هیچی نیست تو این جبه. نگاتیوها که همشون ترکیدن. اونایی که سال موندن عکس یادگاری هم. بیا نگاه کن. من نمیخوام ببینم. یه تیک استخون. ملکوت. یادداشتای بنام همشون پوسیدن. خواستم من چی رو پیدا کنم تو این جبه؟ خواستم ماجرا رو ول نکنی. کاری که خودش نتونسته بکنه رو تو بکنی. دیگه چیزی بهت نگفت بهنام؟ نگفت اون شب چه بلایی سرمون اومد؟ گفت بهتره که ندونی، منم نمیخوام چیزی بدونم. یه دقیقه بشین. بیرون منتظرم. بشین. من دیگه نمیخوام چیزی بدونم. هممون رو گرفتن. اذیتمون کردن. جهانگیری هنوز تو زندانه. من هیچی نگفتم. ولی میخوام برم. میخوام زندگی کنم. الان داری میری زندگی کنی؟ با رابطت حرف زدی؟ آره. راجب ماجرای قبرستون چیزی نمیدونست. جز اینکه بعد از شما یه چیزی از چاهای اونجا استخراج کردن. کی؟ نمیدونست. یه موجود زنده، یه حیوان. گفت به کیوان بگو بی خودی زور نزنه. چیزی بیشتر از این گیرش نمیاد. دستت هم به جای بند نیست. گفت هنوز دنبالتن. هر کاری کردین اونجا هنوز براشون جدیه. یه پرونده نشونم داده انقدر. از ماجرای شما تو اون قبرستون. یه پیشنهاد داد. گویا از فرار بهنام با خبرم. اروپاس. اول رفته بود آخن. پیش همکلاسی قدیمیش. فقط یکی 2 روز. بعد دوباره گم و گور شده. فقط میخواست نشون بده که تونسته فرار کنه. گفت بعد تو هم وانمود کنی که فرار کردی رفتی. من فرار نمی کنم. یه نامه برام بنویس. با دستخط خودت. نامه‌ی منو میخونن. همشونو. منم یه راهی پیدا میکنم که از خارج برام پست بشه. کاری نداره. راحته.
اینجوری نامه رو میخونن، فکر میکنن تو هم از همون راهی که بهنام فرار کرده رفتی. شهرزاد، من میخوام با تو باشم. من نامه نمینویسم. چیه؟ 3 سال هیچ خبری ازت نبود. همه فکر میکردن مردی، دنبال جنازت میگشتن. من ولت کردم کیوا، اینو بفهم. خودتو بذار جای من. تو خودتو بذار جای من. باشه، کاغذ اونجاست، خودم هم میذارم جای تو. بنویس 16 فروردین 1348. شهرزاد عزیزم سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. بنویس. خودم مینویسم. شانزده فروردین 1348. شهرزاد عزیزم سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. امیدوارم حالت شبیه خنده‌هات باشه. امیدوارم خنده‌هات شبیه همون 3 سالی باشه که شبانه روز بهشون فکر میکردم. ایشوری یه ریاضته برای من، فرصت نشد. زندگی فرصت نداد که باید خداحافظی کنم رو در رو. فرصت ندادن مثل آدم بغلت کنم، مثل آدم موهاتو بزنم پشت گوشت، ماچت کنم. مثل آدم بهت نگاه کنم، بهت بگم شهرزاد، شهرزاد عزیزم، عشق من، خانوم من. من رفتم، رفتم که بر نگرد. خداحافظ. آقا نگیری به قرآن شاکی میشه که پیش از اون دیگه نه. اول با بگی و هر چی گه ما از طرف آقای حقیقی اومدیم. بله بفهم. این بود که فیلم ما نزدیک 9 ماه متوقف شد به خاطر اینکه نه سعید جهانگیری از سرنوشت این 3 نفر خبر داشت، نه شهرزاد بشارت، و من مونده بودم که با این داستان لنگ در هوا چیکار بکنم. تا اینکه یه روز صبح داشتم پیغامگیر دفترمو چک می‌کردم و یه خانمی پیغام گذاشته بود که من خبر دارم که شما دارید راجع به این 3 نفر یه فیلم میسازید و من میتونم کمکتون بکنم. اون موقع از این پیغام ها زیاد دریافت میکردیم، برای همین من زیاد قضیه جدی نگرفتم و دستیارم رو فرستادم ببینم داستان از چه قراره. اینو تو وسایل بابام پیدا کردم. یه یادداشت روش بود، نوشته بود که اگه یه روزی یه کسی اومد سراغ این ماجرا من یادداشت بهش بدم. بعد تو روزنامه خوندم شما دارین راجع به 3 تا جوون تو سال 43 توی گورستانه نمیدونم تحقیق میکردن دارین فیلم میسازین. گفتم حتما خودشه. پدرتون؟ کیوان حداد. کیوان حداد که زن و بچه نداشته، ما کلی تحقیق کردیم. نه نداشت، بابای من هیچ وقت ازدواج نکرده بود، منو به فرزندی قبول کرد. پس شما باید والیه باشین. بله. فوت شدم پدرتون؟ آره، تو موشک بارونای سال 66 با پسرم. اینم پاکت. این سکوتو بشکنه تا شاید باور کنی هست.
باور کنی اینجا جلوی من الان، این اژدهای پیر. بالاخره امروز پیداش کردم تو این دخمه وسط همین تهرون. یه موقعی با یه تکون قبرستون به اون گندگی و میلرزوند، زمین رو میشکافت، دل و رودش رو میریخت بیرون. به چش خودم دیدم. حالا دیگه تکونم نمیخوره، نفس کشیدنشم بی صداست، فقط افتاده نگاه میکنه، گاهی آروم پلک میزنه. با چی از تو خاک اون قبرستون کشیدنش بیرون که سر و صورتش اینجوری آش و لاش شده؟ کی این بلا رو سرش آورده؟ مگه دست خودشه؟ چرا اینجوری کردین؟ حیف گفتیر ندارم. 5 تا گلوله شلیک میکردم تو سرش و خلاص. ولی هیچی ندارم جز این میکروفون زپرتی. تازه اگه صدایی داشت ضبط کنم من باور نمیکردی. ببینیشم باور نمیکنی. فکر میکنی داری خواب میبینی. شاید منم دارم خواب میبینم. ولی بدبختیم اینه که میدونم. میدونم که بیدارم. میدونم که اینجا جلوشم و چاره ای ندارم جز گوش کردن به همین سکوت. تا خدا میدونه کی. این طرف نوار چیز دیگه روش ثبت نشده، سکوت محضه. ولی این طرف بی نواره و چیزی که اول بار ممکنه متوجهش نشین اینه که روش نوشته کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. جدامون کرده بودن، جدا جدا میبردنمون تو اتاق بازجویی میکردن، بعد دوباره میفرستادنمون بیرون، یکی دیگر رو میبردن تو. بعد چارکی اومد بی مقدمه گفت پاشین، دستور اومده ببریمتون تهران. جانگیری این حرفا رو ولشون، اون زیر چه خبر بود؟ آقای حفیظی اینجا من سوال میکنم شما جواب میدید. سعید بابا این سوال نکن. یه چی سوال نکن؟ اینجا چه خبر داری؟ چی کار میکنه؟ عذر میخوام سرگشت، از تهران تلگراف زدن دستور دادن اسای بفرستیمشون برن. لنش رو بندر منتظره. پاشو آقا پاشو. اینجا اتاق بازجویی ستوان، من دارم کار میکنم. قربان دستور از رئیس سازمان اومده. پاشو آی حفیظی. پاشو مام پاشو. اینا کانت تو اتاق جا مونده. قربان این میگه عینکش تو اتاق جا مونده. او بیاد اینم باید امضا کنه. برو تو. بیا این امضا کن. بیا امضا کن.
چی میگه؟ میگه یه چیزی رو جا گذاشتی. چیو؟ والیه؟ برگردیم اینام، والیه رو جا گذاشتیم.
تلفن ما گرفتی؟ منتظرت بودم. اصلحه رو بده، بچه رو ببر. نوش رو سپرد به من و هفتیر بابک رو گرفت. 5 تا تیر شلیک کرد. الماس رو تو خواب کشت. هیچ وقت نفهمیدم با گلوله شیشم چی کار کرد. سوار ماشین که شدم بهنام گفت رفت. برگشتم نگاه کردم. بابک تموم کرده بود. چشاش باز بودن هنوز، برق میزدن تو نور آتیش. فرصت نبود خاکش کنم. رفتیم سمت خلیج.